درود به شما گرامیان، همراهان همیشگی رادیو تلویزیون مانی و همچنین درود دارم خدمت دوست گرامیم جناب آقای مانی. دارکلی هستم، باز هم با شما با درس گفتارهای فلسفه اخلاق و به گزاره‌ها و مفاهیم میپردازم. موضوع این جلسه گرامیان یک مفهوم بسیار مهم هست، مفهومی که در واقع چند نفر از گرامیان کلاس فلسفه اگزیستانسیالیسم از من پرسیدن و اونجا از نظرگاه اگزیستانسیالیسم بهش پاسخ دادیم، دربارش صحبت کردیم و چون مهم هست و مناسب شرایط امروز ایران هست لازم دونستم از نظرگاه فلسفه اخلاق هم به آن بپردازیم. مسئله اینه که آیا در شرایط کنونی که حکومت مردم را میزند، سرکوب میکند، ما حق دفاع از خود یا مبارزه ناگزیر با سرکوبگران داریم یا نه؟ و اگر داریم چگونه؟ بنابراین مفهومی که امروز بهش میپردازیم دفاع هست، دفاع مشروع، دفاع قانونی و قطعاً باز به انتقاد مذهب و خرافات خواهیم پرداخت، مانند تمام برنامه های همین مجموعه، یعنی درس گفتارهای فلسفه اخلاق. در مسئله دفاع نقد خرافات و مذهب بسیار مهم هست. گرامیان امروز تمام دنیا شاهد است که حکومت دیکتاتوری و جنایتکار اسلامی، حکومت اسلامی و محمدی که قدرت و استبدادی برای خود به هم زده و در گستره پهناور سرزمین ایران حاکم شده. این حکومت شما میبینید پیشترها پرداخته ایم و بسیاری از گرامیان به این موضوع پرداختن، کسی نیست که نداند این حکومت از آغازین روزهای روی کار آمدنش در واقع دست به جنایت و آدمکشی زد، دست به قتل و تجاوز زد، دست به تخریب ارزش ها زد و به مرور در تار و پود این فرهنگ ایرانی با تمام اقوام و گونه های خودش نوعی اسلام، نوعی شدت بیخردانه مذهبی رو وارد کرد. امروز پس از تقریبا 43 سال میبینیم مردم دیگر به سیستم تمامیت خواه بالای سر خودشون رضایت نمیدن، شاکیان و معترضن. البته خب این اعتراض ها بارها اتفاق افتاده، در قالب جنبش هایی رو به خودش گرفته، اما امروز متفاوت است. خیزش امروز مردم ایران بسیار متفاوت است. همانطوری که میبینید و همه میدانند، شوربختانه ما امروز حدود 30 روز است که شاهد این تظاهرات و انقلاب هستیم و شوریدن بر دستگاه تمامیت خواهی که هر روزش سالی ما را آزار می دهد. بنابراین نکات بسیار مهمی می شود بهش پرداخت، اما پیش از وارد شدن به اصل موضوع
هم ابراز تأسف می کنم نسبت به عزیزان گرامیانی که از دست دادیم، برای خانواده های این گرامیان، این جان باختگان، این قربانیان، باید بگم که امیدوارم شکیبا باشن و برای دیگران هم باید بگیم که دست به دست هم بدهند، همبستگی قوت بگیرد، طوری که این خونها پایمال نشود و به نتیجه مطلوب همگان برسد. در واقع ما امروز در یک انقلاب هستیم. سعی میکنم وارد بشم، به این موارد بپردازیم، اما موضوع این برنامه دفاع هست، دفاع مشروع، دفاع قانونی. خب گرامیان، همه میدانیم که دفاع یعنی دفع کردن خطر و بلا و تهاجم، میتواند به هر شکلی باشد، طبیعی باشد. ما مواظب خودمان هستیم که سیل ما را نبرد، نوعی دفاع است. ما مواظب هستیم خودمان را از باد و باران های بسیار شدید نجات می دهیم، این نوعی دفاع است، دفاع های طبیعی. دفاع می کنیم از خودمان در مقابل خطر فقر و گرسنگی. اما دفاع دیگر دفاعی است که در مقابل تهاجم و سرکوب انسان های دیگر هم نوع خودمان ما انجام می دهیم. در امروز ایران شما می‌بینید حکومتی با تمام قوا سرکوبگرانی تا دندان مسلح را به جان مردم و نوجوانان انداخته است. نوجوانان دختر، نوجوانان پسر، گاهن پیران و میانسالان هم هستند، خب اما زنان و نوجوانان هستند که در این انقلاب جلو دارند. در آغاز پیش از پرداختن به مسئله دفاع، لازم می‌بینم بپردازم به نوع این خیزش که من فکر می‌کنم انقلاب هست و باید بدانیم که انقلاب است، تا به میزان یک انقلاب به آن توجه بکنیم و بدانیم که نیازمند فعالیت و همبستگی بیشتری است. در جنبش‌های پیشتر بهانه‌های اقتصادی و گوناگون بود، گاه سیاسی، اما در این خیزش بهانه یکمین آزادی هست و آزادی کانون توجه همگان قرار گرفته. یعنی معترضین آزادی خواهند، در نقش آزادی خواه وارد میدان مبارزه با یک حکومت دیکتاتور و ظالم شدند. بنابراین که خیزش به بهانه آزادی بوده و هست و به سوی دستیابی به آزادی ملی پیش می رود، این انقلاب در گام نخست خوشبختانه فرهنگی است و ما امروز باید قدر این انقلاب فرهنگی را بدانیم که هر لحظه می کوشد تبدیل به انقلاب سیاسی بشود. در خیزش‌های پیشتر انقلاب ما فرهنگی نبود، یعنی ما هنوز آمادگی رویارویی با مسئله مذهب و ترمیم تربیت اجتماعی خود نداشتیم.
امروز هر آنچه که در خیزش دیده می شود کانون و محور روایتش آزادی است. تا کنون چنین متحد، منسجم و قرا از آزادی خواهی حرف نزده بودیم. چنین محکم پیش نیامده و هزینه نداده بودیم. همگان می دانند ما هم در این رادیو تلویزیون و کلاس های گوناگونی که من دارم و نشست های دیگر بارها به این مسئله پرداختیم، مسئله تهاجم فرهنگی اسلامی بر سرزمین ایران. بنابر تمام نکاتی که تا کنون گفته و شنیده و میدانیم، پژوهش کرده ایم، یادآوری میکنم که مردم ایران هیچگاه مسلمان نشدند. مردم ایران به درستی و معنای درست کلمه مسلمان نشدند. البته خارج از ایران هم صدق می کند. دینی که با زور شمشیر بر کسی وارد شود و کسی با زور و اجبار آن را بپذیرد، از خرد به دور است، از سنجش و انتخاب به دور است. و چون از سنجش و انتخاب به دور است، پس برگزیدن نیست. و تا شما بر نگزینید چنان گرایشی پیدا نمی کنید. گرایش معنا پیدا نمی کند. گرایش یعنی در سو و سمتش قدم برداشتن با سنجش و خواستی شخصی و فردی و یک آگاهی. بنابراین بارها گفتم که اسلام یک مذهب در نطفه خاموش است. اسلام هیچگاه موفق نشده و از نظرگاه فلسفی و اگزیستانسیالیستی که بهش نگاه میکنم، من فکر نمیکنم تعداد زیادی مسلمان وجود داشته باشه در تاریخ و در دنیا. مسلمان واقعی کسی است که قرآن را با ترجمه و معنی کامل بداند، خوانده باشد، بداند. تاریخ جنگ ها و تجاوز های اسلام را بداند. سخنانی که از محمد به جا مانده و روشی که به نام محمد یا در واقع به کام محمد، به یاد محمد پیاده می گردد تحت عنوان تسنن، اهل تسنن و حالا تشیع، همه اینها را بداند و آماده باشد برای این باور بیاورد و آماده باشد برای این باور هزینه کند. چرا که ایمان فقط پذیرفتن نیست، پذیرفتن و کنش و نمود دادن است. کسی که مسیحی می شود صلیبی به گردن آویزان می کند، کلیسایی می رود، در تنگنا به مسیح پناه می برد، به کلیسا که می رسد صلیب می کشد روی سینه و خودش را مسیحی هم می داند. مسلمان راستین هم کسی است که به دستورات و گفته های محمد عمل کند، حج برود، جهاد کند، آدم بکشد، تجاوز کند. کسی که خیر مسلمان است را خیر انسان و ناپاک بداند. اگر تمام این شرایط را داشت مسلمان است و در زندگی خودش هم اجرا کند. من حتی جلوتر می روم می گویم چون اسلام ضد دین است، چون اسلام ضد علم است،
اسلام مخالف و ضد دانش است، چرا که ضد شک است، ضد پرسش است، ضد پژوهش است. ما در قرآن و روایت هایی که از زندگی محمد بوده بارها گفتیم که محمد و اسلامش مخالف با شک هستند، چرا که باور را به شما تحمیل می کنند. مخالف پرسشند، چرا که ایمان را به شما، توسل را به شما تحمیل می کنند. و مخالف پژوهشند، چرا که به شما توکل را تحمیل می کنند. بنابراین چون اسلام و قرآن اسلام مخالف دانش و علم و خرد است، به نظر من، به نظر شخصی من، مسلمان نباید موبایل داشته باشد، مسلمان نباید سوار تاکسی بشود، سوار ماشین بشود. بارها گفتم البته ماشین برای کسی است که دانش را میپذیرد. مسلمان نباید در خیابانی که آسفالت شده است هم راه برود. مسلمان باید برود در بیابانها و قارها و چادرها زندگی کند و به واقع شمشیرش را تیز کند، آماده باشد برای تجاوز به قومی یا در آغاز تهدید به این که به اسلام ایمان بیاورند و اگر نیاورند به آنها تجاوز کند و بزند و بکشد و ببرد و بدرد. و مسلمان این است. و شتر سواری دولا دولا نمی شود. یا باید مسلمان باشی و تمام این اصولی که عرض کردم رو رعایت کنی، انجام بدهی، که در این دنیای قرن 21 خیر ممکن است، یا اینکه این اسلام را کنار بگذاری، یا در اسلام اصلاحاتی اعمال کنی و قرآن را ویرایش کنید، آیات خشونت بارش را درآورید، بسوزانید، تا در آن صورت اگر نیکی در آن هست، در آن نیکی اگر مانده است و مناسب امروز بشر هست، بماند و پیرو خود دین آن قرآن را ما چند بکند، اشکالی ندارد. اما نظرگاه فلسفی که البته شخصی من دادم اینه که انسان مسلمان حق ندارد، به نظر من منطقی نیست، شرافتمندانه و انسانی نیست سوار هواپیما بشود. اصلا نباید سوار هواپیما بشود. وقتی آسمان را گفته بوده که محمد و خدایش به دعای پاکان و با ایمانان و آسمان را بالا نگه داشته است و تمام قواعد فیزیکی و علمی را طور دیگر گفته، پژوهش در علم و دانش را منع کرده. شما میبینید مدرسه رفتن را منع میکردن. و اینکه نیمی از این دانش‌ها دانشمندانی هستند که زن بودند. همین موبایلی که آقایون مسلمان دست میگیرند، کمپانیش را نگاه کنی، شاید نیمی از کارمندانش زن هستند. اسلامی که زن را نصف مرد میداند، حق ندارد از چنین تکنولوژی های روزی استفاده کند. به صورت اخلاقی عرض می کنم، نه به صورت قانونی. خب قانونی حق دارد، انسانی است و نفس می کشد، حق زیست دارد. اما از نظر اخلاقی عرض می کنم غیر اخلاقی است. یک مسلمان دستگاه موبایل امریکایی به دست می گیرد، بی‌شرافتی است، درویی است، دروغ است، پستی است. یا باید امروز شوند، یا باید این اسلام را کنار بگذارند، یا تأخیر در آن ایجاد کنند. این نکته آغازینه بس. و اگر میبینید در سرزمین ما مردم
امروز بلند شدند برای مقابله با چنین خزعبلات و بیخردی هایی که در کتاب قرآن، در احادیث و در مزخرفاتی که اهالی هم تسنن هم تشیع بر مردم حکم می کنند، از حقوق و قوانین مجازات و اداری و اجتماعی گرفته تا برسد به مسائل تربیتی، فرهنگی، آزادی های فرهنگی مانند رسانه و کتاب و به کودک 5 ساله که در مهد کودک رفت آمد می کند به زور قرآن می آموزند. غیر انسانی است. به خاطر یک روسری زن را می کشند، دختر را می کشند. دختر 16 ساله را مورد تجاوز قرار می دهند. برای محمد، که البته محمد هم همین کارها را می کرد و اینان نایبان بر حق محمد و اسلام هستند، در این شکی نیست و همگان می دانید. به درستی مانند محمد به دختر تجاوز می کنند در قرن امروز، قرن 21. چرا؟ روسریش افتاده، روسری ندارد، مویش بیرون است. این کثافت اسلام را باید جمع کنیم، این کثافت اسلام را باید طوری معرفی کنیم به راستین، راستیتش را طوری باید بیان بکنیم بدون ترس و واهمه که مسلمان خجالت بکشد بگوید مسلمانم. نام محمد را می آورد خجالت بکشد در قرن حاضر، یا برود در چادرها و بیابانها زندگی کند، ملخ هم بخورد، مارمولک هم بخورد. و می پردازیم به موضوع امروز، دفاع مشروع، دفاع قانونی. امروز مردم ما را همین بی شرافت های بی خرد به رگبار و گلوله می بندند. دختر جوان، پسر جوان می کشند، می گیرند، می برند، تجاوز می کنند، می کشند. وقتی توی خیابون هستند دختر دست خالی رو با باتوم می زنند، گلوله می زنند، می کشند. و گرامیان پرسیدند چطور دفاع کنیم؟ آیا دفاع حق ما هست یا نه؟ 100% دفاع حق ماست. بله، کاملا درسته که دفاع حق ماست. هر گونه تهدیدی که به جان خودت یا کسی دیگری وارد شد و مشخص است که خطرناک است، زننده است، آسیب جدی وارد میکند، باید دفاع کرد به هر روشی. امروز مردم ایران به انقلاب فرهنگی رسیدند. به انقلاب فرهنگی رسیدند از این بابت که شعار آغازین این خیزش و تا به امروز که یک ماه می‌گذرد از آن، آزادی است و یک پارچگی اتحاد سر تا سر ایران شعار آزادی است. ما چنین اعتباری در خیزش‌های خود تا کنون نداشته ایم. هر کسی که میتواند باید از این خیزش دفاع کند، حمایت کند، چرا که برای آزادی است. آزادی از ستم، آزادی از زور و
ظلم و تجاوز است، جنایت. و به زودی من امیدوارم این انقلاب فرهنگی تبدیل به انقلاب سیاسی می شود. یعنی اگر همه همبستگی داشته باشیم، حکومت را زیر و رو می کند، سرنگون می کند، و آن وقت انقلاب سیاسی است که پس از انقلاب سیاسی باید منتظر انقلاب رو به تکامل باشیم، یعنی پیشرفت برای باردهی و ثمربخشی، ثمردهی این انقلاب. و می دهد، چرا که بسترش انقلاب فرهنگی است، برای آزادی بوده، انقلاب نان نیست. اعتبار انقلاب آزادی خواهی کجا؟ انقلاب نان و گرسنه‌ام کجا؟ خیزشی که برای نان باشد با لقمه نان و ارزان کردنی و بسته‌ای سبد کالا خاموش می شود. و اما خیزشی که برای آزادی باشد پیروز می شود. چرا؟ برای اینکه خیزشی که برای گرانی باشد بیشتر آسیب و فشارش متوجه قشر پایین جامعه می شود و قشر پایین جامعه امکاناتی هم ندارند، توانایی مقابله با یک حکومت را ندارند. قشرهای متوسط و قشرهای سطح بالا هم صدایی نمی کنند. حتی کسی که مغازه دار است، مقداری پول دارد، با خیزش مبارزه با گرانی هم صدایی نمی کند. به خودش می گوید که این خیزش انسان‌های بیچاره و بیپول است. من کمی وضعم خوبه. اینا نان شب ندارن. من یه سالم کار نکنم خرج خودم رو دارم. یعنی چنین فکر میکنن بخشی از جامعه. بنابراین نمیپیوندن. در خیزش‌های گذشته دیدیم دانش آموز به خیابان میاد، معلم نمیپیوست. این قشر خیانتکار جامعه ما. قشری که شوربختانه حکومت آنها را، بخش بزرگی از آن را، نه همه، معلم‌های فداکار و جان نثار بسیاری داشتیم و داریم. معلم با دانشجو همراه نمی‌شد. چرا؟ کارگر به خیابان می‌آمد، مهندس همراه نمی‌شد، معلم همراه نمی‌شد. برای اینکه خیزشی کوچک است، خیزش نان است. نان را با یک سبد کالا حل می کند حکومت، و انقلاب فرهنگی نمی تواند باشد. ولی خیزشی که برای آزادی است، انقلاب فرهنگی است. تمام قشرهای جامعه که نام بردم با فقیر بیچاره و کارگر ستم دیده همراهی نمی کنند، اما برای آزادی همراهی می کنند. همانطور و همانقدر که فقیر آزادی می خواهد، مهندس هم می خواهد، کارگر می خواهد، مهندس هم می خواهد، معلم هم می خواهد، سرمایه‌دار هم آزادی می خواهد. همه آزادی می خواهند. هر کسی به نوعی آزادی می خواهد. بنابراین همراهی میکنن. و نکته بسیار مهمی اینجا هست، باید عرض کنم. آزادی مفهوم بسیار بزرگ و گسترده ای است. درباره مفهوم آزادی از منظر اگزیستانسیالیست صحبت کردم، من در همین یوتیوب پیدا میشود. در کلاس بوده که ضبط شده، منتشر شده. خواهم عرض کنم مفهوم آزادی بزرگ است، گسترده است. آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، آزادی تجاری، آزادی بیان، آزادی کسب و کار، آزادی جنسی،
آزادی مذهب، آزادی عقیده، تمام تشکل‌ها. بنابراین وقتی محور شعار مردم آزادی است، تمام این گروه‌های اجتماعی همراهی می‌کنند که دیدیم کردند و می‌کنند. خوشبختانه و خوشحالیم. اما انتقادی که به یک گروه کودن و نادانی، باید بگم نادان و کودن به راستی، بازماندگان فسیل پست بی سواد و الدنگی هستند که ما را به این روز انداختند. زن آمده سینه اش را لخ کرده، و بیان می کند که این انقلاب مردم ما انقلاب لختی. چرا ما به لخت، ما لختی می خواهیم، لختی می خواهیم، ولی انقلاب مردم ما برای آزادیه. آزادی لختی هم شاملش میشه. شما نباید انقلاب رو در سطح یک جنبش محدود جنسی پایین بیارید. این حق رو ندارید. حق بیان خودت رو داری، هر کاری دوست داری بکنی. سینه‌ات را لخ کردی، شلوار و شورتت را هم در بیاور، کسی به شما چیزی نمیگوید. اما گرامی بدان، شما با این کار داری به جهانیان طوری نشان میدهی که انقلاب ما فقط برای مسائل جنسیه. یعنی اگر آزادی جنسی از طرف حکومت تضمین شود، اما آزادی بیان، آزادی هر گونه فعالیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، عقیدتی دیگری ممنوع باشد، اینجا تفاوت بین جنبش و انقلاب است. وقتی شعار یک خیزش آزادی و به معنای وسیع کلمه باشد، استعداد تبدیل شدن به انقلاب را دارد، برای اینکه تمام طیف‌های جامعه نوعی آزادی لازم دارند و همراهی می‌کنند. اما اگر شما آزادی را به سمت زن ببرید فقط، این انقلاب زن نادان یا خائن بگوییم بهتر است. انقلاب زن نیست. بخشی از این انقلاب که آزادی خواهی به معنای وسیع کلمه هست، آزادی زنان است، آزادی جنسی است، که شما هم راحت باشی، آزاد باشی بیایی پستانهایت را درآوری، به همه نشان بدهی، مشکلی نیست. آزادی به معنای وسیع کلمه ای که مردم امروز شعار میدهند، سر میدهند و میخواهند، آن آزادی خاصی که شما طلب میکنید را هم شامل میشود، نگران نباشید. اما نیایید تعبیر خرد از این معنای وسیع و کلمه آزادی کنید برای جهانیان. و این آزادی خواهی، از آزادی خواهی و انقلاب آزادی خواهی مردم ما تعبیر خرد به جهانیان نشان ندهید، تعبیر خرد نکنید. تا همه طیف‌های جامعه دست به دست هم بدهند، همبستگی ایجاد شود. اگر خائن نیستید، اگر دشمن مردم نیستید، بگذارید دست به دست هم بدهند. به آزادی که رسیدیم، شما هم هر جا دوست داری بشین و پستانهایت را به مردم نشان بده. هر کسی هم خواست این کار را می کند. وقتی آزادی محدود به یک شاخه و یک ترکه باشد، می شود جنبش. اگر محدود به زن باشد یا جنس باشد، می شود جنبش. در حد یک جنبش است، به انقلاب نمی رسد. و وقتی که شما سینه هایت را به مردم نشان می دهی، انقلاب مردم را به صورت یک جنبش نشان می دهی، جنبش سطح پایین و کوچک نشان می دهی،
بسیاری از مردان و زنان داخل ایران هستند که اگر تحت تأثیر شعار و نگاه شما قرار بگیرند دیگر اجازه نمیدهند دخترانشان به خیابان بیایند. یعنی ضرر و آسیب بیخردی شما از آنجا شروع می شود. اجازه نمیدهند. میگویند جوانها میخوان انقلاب کنن، سینه هاشون رو نشون بدن به همه. مگر اصلا مهم است چنین چیزی؟ آزادی مهم است. به نوعی که هر کسی خواست هر کاری دوست دارد بکند، هر گونه آزادی برای خود داشته باشد، کسی هم که نخواست نکند. به معنای وسیع کلمه. بنابراین خورده نگاه های بیخردانه هنوز وجود دارد، یا تجزیه طلب یا نگاه های این چنینی بیخردانه، نگاه های مارکسیستی، نگاه های بیخردانه نامتناسب با شرایط حال امروز ایران، موانع پیروزی این انقلاب هستند که به آزادی برسیم. آن وقت هر کسی دوست دارد هر کاری بکند. و در پس این مسئله، چون ما انقلاب فرهنگی می کنیم و آزادی خواهی می کنیم در خیابانها، جوانانمان، مردممان، پس این انقلاب فرهنگی بوده در آغاز و امروز می خواهد سیاسی بشود، یعنی تغییر رژیم. و تغییر رژیم را ما منتظریم، باید هماهنگی کنیم، دست به دست هم بدهیم، کمک کنیم، همبستگی ایجاد کنیم، که انقلاب فرهنگی یعنی درک و آگاهی که ایجاد شده ثمر بخش باشد برای تبدیل شدن به انقلاب سیاسی، یعنی تأخیر رژیم. و در پس آن دیگر می توانیم منتظر باشیم که انقلابی رو به تکامل بشود، یعنی منتظر روزهای خوشتر بودن برای ثمردهی این انقلاب و البته همکاری بیشتر برای رشد و تکاپو و پیشرفت مملکت. اما مسئله اصلی این جلسه ای که ما بهش پرداختیم دفاع است. گرامیان، دفاع حق هر انسانی است، حق مشروع است، حق قانونی است و در تمام قوانین مطرح شده است. اما از نظرگاه فلسفه اخلاق که ببینیم، چون جان انسان ارزشمندتر از هر گونه ارزشی است، هر گونه ارزشی، هیچ ارزشی بالاتر از جان انسان نیست برای انسان، بنابراین باید مواظب جانها بود. اگر در خیابان ماموری بسیار شدید کسی را میزند یا میزند به کلی، باید مواظب بود، دفاع کرد تا میتوانید دفع خطر کنید، یعنی اون را از سر راه بردارید به شکلی که نه حتما آسیب جدی به او بزنید. اما پرسش دوم این بود که چقدر و چطور میتوانیم از خود دفاع کنیم. من در اون جلسه اعلام کردم نظر شخصی خودم رو که با کشتن هیچ انسانی موافق نیستم. با کشتن انسان موافق نیستم. چرا؟ به این دلیل که مغز انسان، شعور انسان، خرد انسان ارزشمند است. ممکن است همین انسانی که شما میخوایی بکشی نکشی، آسیبی بهش بزنی و در واقع از سر راه برداشته بشود اما نمیرد، یک سال دیگر یکی از خدمتگزاران به خود و بشریت بشود، انسان خوبی بشود، مفید بشود. بنابراین هیچگاه با کشتن هیچ انسانی من موافق نیستم. اما گرامیان، نترس و بیواهمه، این سرکوبگران بیخرد را از سر راه خود بردارید. چطور؟ می توانید آنها را
مصدوم کنید، به صورت حتی شدید هم شده مصدوم کنید، یک پای آنها را بزنید بشکنید که نتواند 6 ماه راه برود، دستش را بشکنید، ولی پا بهتر است برای اینکه نتواند هیچ مشارکتی با حکومت و سرکوب نداشته باشد، نتواند داشته باشد. هر طور که شده از خودتان دفاع کنید. جنگ است و حکومت سلاح را از رو بسته. این انقلاب فرهنگی و سیاسی باید پیروز بشود، همانطوری که در نگاه اول می شود امیدوار هم بود به آن، به این دلیل که شعار بزرگ داده، دنیا را در بر گرفته، هر کسی که شعوری داشته با این انقلاب ما همراهی کرده و حمایت کرده. بسیار روشن است، تا می توانید ابزار همراه خود داشته باشید که از خودتان و دیگران، انسانهای بیگناهی که برای آزادی خواهی یک ملت به خیابان آمدن دفاع کنید. دختر نوجوانی که کشته می شود برای آزادی همه ما می جنگد و کشته شده است. جنگیده و کشته شده. جوان مردانه هم کشته شده، چرا که حکومت سرکوبگرانی تا دندان مسلح به خیابان‌ها ریخته و بی رحمانه مردم را می‌زنند. شما هم جوانان دست دسته، به نظر من تا جایی که عقلم می‌رسد، چند نفر سازماندهی شده باشید، 4-5 نفر همیشه با سلاح باشید، تکه آهن چیزی به همراه داشته باشید و آماده باشید. کسایی که جلو می روند شعار می دهند را حمایت کنید، از پشت مواظب باشید. به محض اینکه نیروی سرکوب روی سر آنها ریخت، دسته های تقریبا مسلحی که سلاح های سرد با خود دارید، چوب آهن هرچه هست، ماموران را دوره کنید، آنها را از کار بندازید. کافیه که بزنید قلم پایشان را بشکنید، دیگر نمی توانند راه بروند. قطعا باید از خود دفاع کنید. از هر گونه خرد انسانی و علمی بهره بگیرید که بتوانید ماشین سرکوب را خاموش کنید، متوقف کنید. این انسان‌های بی خرد را بترسانید. خانواده هایشان را توجیه کنید، صحبت کنید که مانع بشوند از سرکوبگران به هر شکلی که می توانید. بنابراین دفاع حق قانونی و انسانی و اخلاقی مردم ایران است امروز که با این ماشین سرکوب، این سرکوبگران، این نرقول های تا دندان مسلح و بی شرافت و سنگ دل مبارزه کنید، تا می توانید، تا جایی که ممکن است. و چون امیدوارم این انقلاب پیروز می شود، تا به امروز هم در سطح انقلاب فرهنگی بودن پیروز شده. چرا؟ به این دلیل می گویم که وقتی مادر همراه دخترش به خیابان می آید و هر دو روسری را بر می دارند و روسری را می سوزانند در خیابان، این یعنی انقلاب فرهنگی است که ما امروز شاهدش هستیم. یعنی دو نسل با هم هماهنگ شده اند. نسل فسیل بی خرد گذشته‌ای که ما را به این روز انداخت همچنان در خانه ها نشستند. البته خواهش میکنیم خردمندانشان به نوه ها و بچه های خود بپیوندند در خیابان ها. اما نسل نو و جوانی ما داریم که پس از انقلاب هستند مادران و پدران و بچه های آنها هستند امروز در خیابان. این نسل نو تفاهم
درک، شعور و همصدایی بین پدر و مادر و بچه وجود دارد. دلیل موفقیت صدای بزرگ و جهانگیر جوانان امروز ایران همین است که پدر و مادرها جوانند. این پدر و مادرهای جوان آزادی را برای دختر 16 ساله خود میخواهند، برای خود هم میخواهند و اینان حمایت کردند بچه ها و میکنند بچه ها را. عرض کردم مادری با دخترش به خیابان میآید، دیده این بارها، همه دیده اید، مادر و دختر با هم روسری را برداشته و در آتش میاندازند. این انقلاب فرهنگی است، یعنی نسلی سرانجام به وجود آمد که با هم همصدا باشند و هم دیگر را بفهمند. و باید خواهش کنیم بزرگترایی که بخشی بیخردی کردن در شورش 57، بخشی پشیمانند، اینها هم به مردم بپیوندند. پیرانی که الان پشیمانند، این پیران پشیمان هم باید جنبشی باشند برای خودشان و به پیروزی این انقلاب ملی و سراسری کمک کنند. جنبش پیران پشیمان، این پیران پشیمان میتوانند تیر خلاص و تیر آخر را به حکومت دیکتاتور اسلامی بزنند. پس خواهش من که قبلا هم گفتم، تکرار میکنم، خواهش میکنم پیران پشیمان به بچه ها و نوه های خودتان در خیابان ها بپیوندید تا رشته دیکتاتوری و ستم این حاکم نالایق و جنایتکار پاره شود دیگر. بس است. و هر کسی که در خیابان است، هر کسی، زنان، دختران، مادران، پیر و جوان، دست به دست هم بدهید برای دفاع، همکاری کنید. اگر لازمه وسایل لازم را بسازید که بچه هایتان دست تنها نباشند، دست خالی نباشند. بنابراین دفاع از نظر قانونی مجاز است. دفاعی که امروز مطرح است در رابطه با مردم ایران برای مقابله با سرکوبگران جنایتکار و خشن، دفاع مشروع، دفاع قانونیه. از منظره فلسفه اخلاق هم قانونیه، یعنی اخلاقیه، انسانیه، چرا که جان انسان گرفته شد. یکی دوتا نبوده که بگیم اتفاق بوده. تا کنون 200 نفر را بیشتر کشتند در خیابان‌های ایران. 200 نفر جوان کشته شده. 200 نفر جوان کشته شده. پس دفاع قانونی و اخلاقی است. تا می توانید از خود و بچه ها دفاع کنید. اگر ماشین سرکوب عقب نشینی نمی کند، به عقبش برانید. با زور، با همبستگی. می زند بزنید. نمی رود هلش دهید. به هر روی باید طوری عمل کنید که این جوانها بتوانند بلند بلند صدایشان را به گلو بیندازند و آزادی خواهی کنند. تا می توانید شرایط را مهیا کنید، یعنی اینها را، موانع را از سر راه بردارید که بتوانید آزادی خواهی مردم را به راستی آزادانه بشنوید، همه جهان بشنوند. اگر 1000 نفر، اگر 10000 نفر در خیابان آزادی خواهی می کند، ببینیم که کسانی تا به امروز می ترسیدن آنها هم بیایند و میلیون ها نفر در سر تا سر ایران بلند بلند آزادی بخواهد، بلند بلند شعار بدهد، همه با هم یک صدا آزادی برای ایران و خودشان بخواهند.
که گوشهای خفته جهانیان هم باز شود. قدرت ها، سیاست های غربی، گوشهایشان باز بشود، این آزادی خواهی را جدی بگیرند، حمایت کنند و ما به انقلاب سیاسی من، یعنی سرنگونی حکومت جنایتکار اسلامی محمدی برسیم، به سرنگونیش برسیم. دفاع حق قانونی، اخلاقی و انسانی ماست. چرا؟ به این دلیل که جانها را می گیرند. اتفاقی هم نیست 200 نفر را کشتند تا به امروز، بیشتر. ده ها نفر را فقط در زندان اوین کشتند. این بی شرافت ها. زندانیانی که یا سیاسی هن، یا فرهنگی هن، یا عقیدتی هن و نخبه های جامعه هستند. به راستی زندان اوین امروز یک دانشگاه هست، یعنی محل حبس و شکنجه دانشمندان است. نخبگان جامعه آنجا هستند و به زندان حمله می کند، ده ها نفر را می کشد به هر شکل و بهانه ای. کسی هم که یاری و حمایتی از مردم ما نمی کند. بنابراین مردم حق دفاع قانونی، اخلاقی و انسانی دارند. هر کسی شعورش به تمیز دادن حق و ناحق برسد می داند. امروز مردم ما سرکوب می شوند، ظالمانه کشته می شوند، جانیانه. پس هر کسی حمایت می کند، باید از خودتان دفاع کنید به هر شکلی که شده. از خودتان دفاع کنید. امیدوارم این انقلاب فرهنگی سیاسی پیروز بشود. در سطح انقلاب فرهنگی پیروز شده است، چرا که تابو و تقدس مذهب را شکست و پشتیبان شده برای تأخیر رژیم، یعنی انقلاب سیاسی. و امیدوارم به زودی این انقلاب سیاسی پیروز بشود و بکوشیم دست به دست هم بدهیم، همه با هم، که انقلابی رو به تکامل بشود، یعنی بسازیم. درود دارم به تمام کسانی که از گلویشان فریاد آزادی خواهی خارج می شود. بمانید و آزادی را بسازید. سپاسگزارم همه شما گرامیان را و تمام آزادی خواهان را. تا درود بعد، بدرود می گویم.